سلام، امروز 11 میه، معادل این روز 1918 ریچارد فایمن به دنیا آمده. ریچارد فایمن یک فیزیکدان بزرگ، برنده جایزه نوبل به طور اشتراکی به خاطر الکترودینامیک کوانتومی که میدونیم که دقیق ترین نظریه است که تو فیزیک داریم، و جزو تاثیرگذارترین آدم هایی که توی آموزش فیزیک و کلن فیزیک بوده. یعنی نه تنها مشارکت فایمن از جهت پژوهش بوده، بلکه فایمن یک سری رسم و رسومات خیلی خوب هم توی علم و به خصوص فیزیک نهادینه کرد. یعنی راجبه ریسرچ فایمن، راجبه کارهای عظیمی که کرده، خب میشه مدت ها حرف زد. بدون شک جزء بزرگترین فیزیکدانان قرن 20، اسمش کنار اسم آدمای مثل اینشتین ها قرار میگیره و از لحاظ عظمت علمی و دقت کارش چیز خاصی نمیتونیم بگیم جز اینکه فوق العاده بوده. یعنی هر کسی که وارد تحصیلات تکمیلی فیزیک میشه احتمالاً میفهمه که اینشتین چقدر خفن بوده اون اولا، و بعد میفهمه که اوه این راه ادامه داشته و مثلا آدمی مثل ریچارد فایمن هم بوده که خیلی عجیب و غریب بوده، مشارکت توی حوزه‌های مختلف علم داشته و سخنرانی هایی که خیلی عجیب و غریبه. مثلا یک سخنرانی میکنه راجع به کامپیوترهای کوانتومی و فتح بابی میشه برای اینکه ملت برن و اونجا رو توسعه بدن. یک سخنرانی داره راجع به فناوری نانو که از اونجا میشه بگی یک جوری دریچه باز شد به چیزی که امروز ما بهش میگیم نانو تکنولوژی. خلاصه که آدم بسیار با بصیرتی بوده، یعنی این نگاهش خیلی عمیق بوده و شاخه‌های مختلف علم رو خیلی خوب میدیده، خیلی خوب درک میکرده و تقریبا توی فیزیک میشه بگیم همه جاش مشارکت کرده. شما نگاه کنید میبینید که رد پای فایمن تقریبا همه جا هست. همه جا که نه، ولی اکثر جاها کانتریبیوشن خوب داشته، توی فیزیک آماری، توی فیزیک کوانتومی، و میشه بگی که یک گرند مستر بوده در فیزیک. راجبه ریسرچش من بیشتر از این حرف نمیزنم، تخصص ما اصلا سمت کاری که فایمن کرده نیست، ولی عظمتش رو کماکان تحسین میکنم. چیزی که برای من خیلی مهمتره اینه که فایمن نه تنها یک فیزیکدان خوب بوده، یک معلم فیزیک برجسته بوده. کلاس های فایمن خیلی معروف بوده و از کلاس های فایمن افسانه های زیادی اومده بیرون. اما غیر از اون افسانه ها، یک دوره‌ای کامل فکر میکنم حدود یک سال فایمن رو میگن بیا فیزیک پایه درس بده و ماحصل اون کلاس جزوه‌ای میشه، جزوه‌ای که از سر کلاس فایمن نوشتن که امروز خیلی معروفه به اسم درس گفتارهای فایمن، فایمنز لکچر نوتس. و این لکچر نوت ها به قدری با اینکه رسمی ننوشته شدن، یعنی مردم نسخه ها رو جمع کردن و بعد جمع و جورشون کردن، جزء بهترین و کوهیرنت ترین منابعیه که یه نفر میتونه فیزیک بخونه و لذت ببره. این وقتی که میخونه کیف کنه. یه مجموعه سه جلدی کمی کتوکلوفته که منتشر شده. الان دانشگاه کلتک اینو به صورت رایگان منتشر کرده، تحت HTML خیلی راحت میتونید بخونیدش. جاهای دیگه هم میتونید برید کتاب چاپی بخرید اگر دسترسی داشته باشید. از طرف دیگه بخشایی از این کتاب و بچه های انجام علمی ژرفا تلاش کردن که خورد خورد ترجمه کنن و رایگان منتشر کنن. اگر زبانتون خوبه و دست تو ترجمه دارید لطفا کمکشون کنید. این از این. پس اولین چیزی که شاید از فایمن به ما ارث رسیده برای ما آدم های عادی که هنوز اونقدر ریسرچر نیستیم توی کوانتوم فیلد تئوری اینه که حتما لکچر نوت های فایمن رو بخونید. یعنی انتظار میره هر کسی که تا لیسانس فیزیک میگیره این اگرم کامل نمیخونه یه تورق جدی داشته باشه این لکچر نوت های فایمن. خیلی خوبه. بخشایی از این لکچر نوت ها توی یه کتاب اسم 6 Easy Pieces فکر کنم چاپ شده که اون در حقیقت 6 فصل تقریبا ساده از لکچر نوت یکشه، جلد یکشه، که این ترجمه شده در قالب 6 قطعه آسان و من اینو یادم چندین سال پیش خریدم، نمیدونم هنوز تو بازار هست یا نه.
یه سری نوشته‌های دیگه هم جدیدن ترجمه شدن که من از کیفیت ترجمه‌شون خبر ندارم. با این وجود دلیل نمیشه که شما از فایمن غافل بشید. یه مجموعه خوبه دیگه از فایمن، یه مجموعه سخنرانی تو دانشگاه کرنل که رسم بر این بوده که توی کرنل ملت یه چیزی داشتن به اسم مسنجر لکچرز که آدمای قولو می آوردن سخنرانی می‌کنن. هنوز اون برنامه ادامه داره. مثلا نیمارکانی رو میتونید اونجا ویدیوهاشو ببینید، یا لنر ساسکاین یا بقیه آدم‌های قول. کماکان این برنامه هست که میرن کرنل و ارائه میدن. و فایمن اون موقعی که یه سری لکچر اونجا میده میگن که بیل گیتس اونو شرکت میکنه و اینقدر ذوق زده میشه و کیف میکنه که بیل گیتس سفارش میده که تمام این جلسات رو خوب ضبط کنید، خوب منتشر کنید به خرج من. و بیل گیتس بارها از ریچارد فایمن به عنوان یکی از بهترین معلم‌ها یاد کرد. خیلی مجموعه خوبیه، خیلی مجموعه شیرینیه. من پیشنهاد کنم که اونا رو هم ببینید. چند تا ویدیو خیلی نه چندان طولانیه که کیف میده دیدنش و به شهود آدم کمک میکنه، به تعصب زدایی کمک میکنه، حتی توی خود علم. در کنار اون یه عالم ویدیو توی اینترنت هست راجع به فایمن، چه اونایی که خودش صحبت کرده، چه حالا تکنیکال هم مثل اونجایی که راجع به مسئله فوتون توی کوانتوم مکانیک صحبت میکنه، چه اونجایی که ویدیوهای کلیه، سری مصاحبه داره فکر کنم با بی بی سیه اگه اشتباه نکنم، که یک کسی از این سوال میپرسه و فایمن خیلی خوب سعی میکنه جواب بده. بی‌نظیره. خوبه که آدم گوش کنه ببینه فایمن چه جوری جواب میده، چه جوری توی این گزاره ها یکی یکی میره و فکر کردنش مهمه. مهمه که آدم هایی که لیسانس فیزیک میگیرن این نگاه رو پیدا کنن. انتظار ما از دانشکده فیزیک اینه که وقتی کسی رو بهش لیسانس میده بهتر کلن توی زندگی فکر کنه و شفاف باشه نسبت به خیلی از مسائل، دوچار شبه علم نشه، یا اگر شد بتونه خودشو نجات بده و این چیزها رو توی جامعه پراکنده نکنه. ریچارد فایمن جزء بهترین کسایی که به شما کمک کنه. زبونش روونه، بلد کاره، خیلی خوب به شما چیزی رو یاد میده. واسه همین هر موقع توی فیزیک گیر کردید برید ببینید چیزی رو فایمن توضیح داده یا نه. و اولین جا قاعدتا اینه که تو لکچر رو تاش سرچ کنید، که امروز هم خیلی آسون شده. یک عالم سخنرانی راجع به فایمن هست. چند سال، 3 سال پیش بکنم، یه برنامه برگزار شد اسمه فایمن سد که کلی از آدما، از جمله همه این قول‌ها و معروفا مثل خود ساسکایند و فکر کنم جان پرسکیل و اینها، اون آقای کیپترون و اینها، اومدن سخنرانی کردن راجع به فایمن و اثرهایی که این آدم داشته روی جای مختلف فیزیک رو توضیح دادن. دوتا سخنرانی خیلی معروف عمومی هست راجع به فایمن که ساسکاین داره، یکیش تد تاکه، یکیش تدکس تاکه توی همین فایمن سد. و به نظرم خوبه که اینا رو گوش کنید، خصوصا سخنرانی دوم خیلی مهمتره که اسمش از دیک تریکس. و اونجا ساسکاین راجع به این حرف میزنه که این تعبیرهایی که میگن فایمن آدم فلسفی نبود یا فایمن آدم ریاضیاتی نبود، این یعنی چی؟ این درست نیست. اونجا ساسکاین خیلی صریح میگه که فایمن جز آدمایی بود که به شدت به مسئله فلسفه توی علم، یعنی فلسفه علم و برخورد فلسفه با علم توجه میکرد و به شدت نگاه ریاضیاتی داشت. اینجوری نبود که ریاضیاتش خوب نباشه، تو خیلی عمیق فکر میکرد. و اگر اونایی که آشنا هستن با دیاگرام های فایمن و یا اون کلن فرمولاسیون انتگرال مسیر آشنا باشن میدونن که فایمن اصلا اینجوری نبوده که ریاضیاتش خوب نبوده. به مراتب آدم قوی بوده، به مراتب ریاضی فیزیک کار قوی بوده و خاطراتش رو میتونید بخونید. حتی یه کتابی که به همه پیشنهاد میکنم، کتاب حتما شوخی میکنید آقای فایمن که ترجمه شده، من ترجمه رو توی کانال سیدپور میذارم، یه کتابی که سالها پیش ترجمه شده متاسفانه دیگه هم تجدید چاپ نشده، کتاب بخونید، سانسور شده ولی بازم میارزه، میتونید نسخه انگلیسیشو خیلی راحت پیدا کنید بخونید، Surely You're Joking Mr. Feynman، و ببینید که فایمن چه جوری زندگی کرده، چون خاطراتشو داره میگه، اینکه چه جوری رفت پاش توی جنگ باز شد، چه جوری توی ساخت بمب اتم وارد شد، چه تجربه‌هایی از ساخت بمب اتم پیدا کرد، تجربه‌های مختلف. بعد اینکه وسط این پروژه بمب اتم چیکار می‌کرد، اینکه گاف صندوق کرک میکرد، از اون طرف خانومش بیمارستان بود، خانومش رو خیلی زود از دست میداد. همه این داستان ها به اضافه اون شیطنت هایی که فایمن کرده و همون ماجرا که راجبه دختر بازی های فایمن معروفه.
و همه این حرفا رو خیلی زود میتونید پیدا کنید. خلاصه که توی سیتبوری چرخی بزنید، هرچی مراجعه به فایمن نوشتیم و بخونید و لذت ببرید از فایمن.